سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدی به پارت ششم اگه اشتباه نکنم، که توی این چند ویدیو کلی اصلا پیشرفت کردیم، پیشرفت‌های مولایی، و توی این قسمت قراره بریم هل یعنی جهنم، که ما از اینجا یه دروازه زدم ولی دیگه حوصله‌شو نداشتم. بعد مپ اومدم گشتم، گفتم بهتر اینجا رو قرنطینه کنم، چون این بایوم اویلم خیلی داشت سرعتش رشدش زیاد بود. گفتم خب پس بهتر از اونجا یه دروازه به هل بزنم، که رفتم دیگه از اونجا زدم. حالا میریم این قسمت قراره بریم هل، و فکر کنم خودمو معرفی نکردم. من نویزی هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. و شروع ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب و همه اینا و کامنت ها و اینا یادت نره. دمت گرم، بریم که ویدیو رو شروع کنیم. بسم الله، ما رسیدیم، بریم پایین ببینیم تا کجا میریم. و بچه‌ها میدونید من از چی دارم فشار میخورم؟ که هلستونه، میگم هلستون جهنم اینجا کامل صافه. حالا من چجوری باید برم اونجا؟ باید با خودم آب ببرم. آبای اینجا رو الان سولاخ میکنم میارم، اگه تموم شد میریم آبای اینجا رو خالی میکنیم. زیبا بدل میشه کش برسه یک بلوکش هم اونجا اوکی بشه من تمامه. و بچه ما برای جمع کردن این ساختن هلستون بار به تعداد خیلی زیادی، فاکینگ زیاد، ما اوبسیدین نیاز داریم، که اوبسیدین هم از ترکیب آب و لاوا با همدیگه اوبسیدین به وجود میاد، که ما باید بریم اوبسیدین هم جمع کنیم در این هین. ولی خالص سب کنیم بریم هلو یک کم بگردیم. و هلمون فوقلاده شخمیه، که چون حالا نشونتون میدم، فقط آبا برسن اونجا، که اگه نرسن برو برو جان جدد یکیتون برسن. آه رسیدم، یس. حالا ما بعد اینجا رو با بلوک خیلی زیاد، شد بلوک ندارم، ریدم توی این وز بلوک نیاوردم من. بعد کل اینجا رو بلوک بچینیم. سب کنم اینم من کفش دارم برم رو. شد خواستم واتر بوتم رو امتحان کنم ببینم چیز میشه، دیدم دهنم صاف شد. آره، حالا ما به همین سان، بدین سان زیبایی اینجا رو میچینیم، که بلوک نیاوردم. وای شت، اینا میتونم برگردم. آره برمیگردیم، نه البته بر نمیگردیم، بیس میریم اینجا یکم علاوه بر اوبسیدین این چیزاش هم جمع کنیم. آی ریدم، شت واقعا اصلا شت. برو نامش بلادمون هم که اومد. خب بچه ما میریم بلادمون، چون اصلا تا حالا ایونت نزدیم، میمونه تموم میکنیم بعد میریم ادامه این. آره اسپانر رو بلادمون داد، یس. شانس رو ببین، شانس رو ببین. بلاد تیر. خب گایز، ما رفتیم کلی گشتیم و دوباره برگشتیم هل. بله، بلوک هم این بار با خودمون آوردیم، و حالا باید بریم اینجا رو کار کنیم تا برسیم به یه خونه جایی تا بتونیم هلستون جمع کنیم. و هدف ما جمع کردن هلستونه، ولی تو این گور به گور شده اصلا هلستونی وجود نداره، الان خواهید دید. ما با یه جهنم هستن، نه دمون هستن، دمونیت، دمون، شیطان، که از تیرشون بهتون بخوره باف کوری میگیرید. دارکنس یعنی چشاتون یکم تمجه رو سیاه میبینه. بله. خب بچه ها، من از جهنم اومدم و مردم، و گفتم بهتر برم الان اوبسیدین جمع کنم. رفتم کلی که ببینم، آره کلی اوبسیدین جمع کردم، و یک کتاب به نامه که فروختمش، ببینم دارم پیداش کنم، اسکایس، دمون اسکایس، که از مابای اون جهنم به دست میاد گرفتم، و نیاز نمیشد همه رو فروختم، و یه اوبسیدین اسکلت ساختم، و با یه روز اوبسیدینی که از اونم از مابای هل گرفتم ترکیب کردم و اینو ساختم، و کوبالت شیلدم و هم اوبسیدینی کردم. و الان باید بریم کوره هل رو پیدا کنیم و یکم هلستون جمع کنیم، که من 4 تا جمع کردم، که الان در حد مرگ میخواییم.
و بعد بریم کلی ماین کنیم. تو جهنم میبینمتون. رسیدیم به هل. الان باید بریم پیش ببینیم خونه چیزی پیدا میکنیم. منابع را که پیدا کردیم، یعنی همون هلستونا رو پیدا کردیم، میدونیم الان جاشون کجاست. یکم این طرفتر که رفتیم یه جای بود که هلستون از اینا بود، حالا شاید جلوترم خونه باید باشه، چون که ما هلفارنیس رو میخواییم، کوره جهنمی. بله. و یه پوشن ضد مذاب، یعنی اوبسیدین اسکین پوشن گرفت ساختم، البته با یه گل به نام فایر بلاسم که از اینجا ساختم، رفتم بیس نشونه دادم متاسفانه. و الان میخواییم اونو میخوریم و راحت میریم اینا رو ماین میکنیم، هلستونا رو. چرا با پوشن؟ چون اینا وقتی یه بلوکشو میکنید مذاب دراب میکنن، علاوه بر خود هلستون یه مذاب هم دراب میکنن و دهنتون صاف میشه. از من اینا رو بکشم. بعد 6 دقیقه هم هست، بعد سریع بکنید تا وقتتون تموم نشد. خب دیگه کم بکنیم و بریم جلو ببینیم خونه پیدا میکنیم. آره بعد بریم جلو ببینیم خونه پیدا میکنیم یا نمیکنیم. بس دیگه، ما میریم جلو، بریم ببینیم خونه پیدا میکنیم. و شدوکی هم آوردم، بذار نگاه کنم. آره شدوکی هم یکی همیشه به خودتون، همیشه وقتی که میرید جهنم یه شدوکی به خودتون داشته باشید، چون یه هم میبینی یه چیز گاد توی چه چس تو خدا یه فایر فلیم توش باشه. ای بابا گرزش بود، اشکالی نداره، گرزش هم بد نیست، دمج خوبی داره. خب ما فعلا کاری نداریم، بریم جلوتر ببینیم فارمیسی چیزی کوزه ها رو هم حتما بشکنید، چون توشون یه بار میبینی از این پوشن های هل اوبسیدیانی زده مذاب دراب کنن. و آره دیگه همجوری میریم جلو. این سرویس کرد ما رو. و این دیمن هایی که میکشید بعضیشون یه وودودال، یعنی عروسک های گایدو دراب میکنن که اونا اسپانر باس والا فلش وال هستن، و حواستون باشه که اونا اون چیزاشون رو توی لاوا نندازید، چون اسپان میشه باس. و بله چقدر کوزه. اوه فارنس هلستونی هم پیدا کردیم. هل یس بهتر از این نمیشه. یه چست هم باید اینجا میبود اون وقتی که خیلی خوب میشه. خب اینو بکنیم تمام. اگه خواستیم دوتا بود هل فورجشو به دست آوردیم، هل فورج مذابی. و اینه که هم بیاریم، نمیدونم شاید به کار بیاریم. اوه این وودودال داره، ببینید این دیمونا اینطوری وودودال دارن که بکشیدشون، اگه اینو توی لاوا بکشید بدبخت میشید، باس اسپان میشه. الان داریم یه چند تن بیس داریم، چون من اینجا رکورد نکردم، داشتم بازی میکردم. و اگه پوشنتون تموم شد، این بلوکای این شکلی مذاب باف مذابی بهتون میدن و دمیج بهتون میده، ولی این بلوکای قهوه‌ای مانند که میگن قهوه سیاه که شبیه اوبسیدین هستن، این اصلا دمیجی نمیدن. و این کوزه رو همه رو بشکنید، چون توشون میدید پوشنی چیز خفنی توش باشه. و بله اگه تموم از این لاکی ها، اینا وقتی که کوزه رو میشکنید به صورت شانسی، اگه شانستون زیاد باشه از این پورتال باز میشه بهتون پول میده، و شانس ما به همون داد. یس این پوشن ریت اسپانو میبره بالا، حواستون باشه استفادهش نکنید، دهنتون صافش. خب تا وقت چیزمون تموم نشده ما اینجا یکم حداقل چیز ماین کنیم که دست خالی برنگردیم. همینجوری من دهنتون صاف کنیم. چیه توش؟ یس فایر فلیم، فایر فلش، نمیدونم هر چیز خیلی قویه. این خیلی قویه، این سلاح واسه ماجیک خیلی قویه، یعنی قدرتمندترین سلاح ماجیک قبل هارد مود. خب یه پوشن رو برداریم، این خیلی خوبه، این فایر با هر بافی بهتون بخوره این دفعش میکنه، چجوری بگم، آره میزنه شوتش میکنه بیره. خب بکنیم یکم دیگه، حداقل گفتم دست خالی نریم. این فایر بالا که پرت میکنه، این پوشنی که خوردم دفعشون میکنه، این واسه بعضی باسا که اینجوری باف پرتاب میکنن، بافای خیلی ضعیف، میتونه دفعشون کنه، خیلی خوبه. مثلا واسه لیزر و اینا رو پرت میکنه، دفع میکنه، خیلی خوبه. خب بچه ما بریم فایر فلشمونو بریم ریفورج کنیم، ببینیم ریفورج چی میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ولفرز استرانگ ناکبک زیاد، نه راضی نیستم. ریدم ویک او گادلی داد تمام، دیگه پولامون رو حرف نمی کنیم، گادلی هم به گادلی هم راضیم.
گالدی 14% دمیج، 5% کریتیکال استیکر چنج، ناک پک هم 15%. بله الان بریم اوبسیدینمون رو بیاریم و با هلستونامون میکس کنیم تا هلستون بار به دست بیاریم، که الان یه 270 تا اینجا داریم، اینجا هم اینقدر داریم. الان بعد فورجمون رو یعنی کورمون رو عوض کنیم، فارنیسمون رو به تبدیل به هل فورج کنیم، که هل فورج هم از اونجا آوردیم، نمیشه ساختش، فقط پیدا کردنیه، میذاریمش جا این و بعد تمدید میشه و بعد هارد مودم این باز تمدید میشه، انویل هم تمدید میشه، جدیدتر میشن. خب هلستون بار رو میسازیم با 3 تا و یه اوبسیدین، من گفتم 4 تا گفتم کم یاریم، ولی الان 64 تا میتونیم آرمورش تکمیل کنیم با کلنگ و الان ما آرمورش 45 تا نیاز داره، 1-2-3 تا میلی هم هست، ولی خود دیگه باید تغییر بدیم میلی بریم. ای چرا من ساختم وقتی من میلی بازی نمی کنم، شت نمیدونم جوگیر شدم. و پیکاکسش رو میسازیم، پیکاکس قبلی رو میریم دیگه دور میندازیم، البته میفروشیم پولش رو استفاده میکنیم. این سل چست 14 گل داشتم، اینم بفروشیم، این نیزرم بفروشیم دیگه، این ماجیک میسل رو هم بفروشیم دیگه، نه فارنیسام اینم نه. و بچه یکیتون گفته بود که با این اون کریستال های بزرگی که میان بالا سرمون میشه چیکار کرد، منظورش اینان، ببینین اینا، این کریستال بزرگا وقتی که اینا رو میسازید، این به عنوان یه کلیده، مثلا رمز ورودی، مثلا یه در ورودی با مکانیک و سیم و اینا میسازید، الان فیلمش رو روی تصویر نشونه تو میده، بعد اون کریستال رو که اونجا میذارید به عنوان قفل دره، یا مثلا وقتی که دراب میمیرید دراب میشید، اون به عنوان یه نشونه اونجا میفته. خیلی کارایی اینجوری داره، زیاد مهم نیست این کریستال بزرگا که میسازید، زیاد کاربرد خاصی نداره، ولی خب این کارو انجام میده، اگه نمیدونستید بدونید. آرمان رو میذاریم جای اینجا میلیا، چون ما میلی بازی نمیکنیم، ماجیک فعلا هستیم، ولی ملکه زنبورا رو که زدیم یعنی کوین بی، میریم دیگه سامونر. خب ما باید بریم چیز کنیم، اگه گفتین دیگه ما فولیم، نیازی نیست بقیه چیزای هلن بسازیم، مثلا یه تیرکم واسه رنج داره، یه بومرنگ داره واسه میلی، یه شمشیرش رو حتما واسه نایت دیچ میسازیم تو همین پارت، و یه گان داره و یه استف واسه سامونر، استفش رو حتما باید داریم، همین الان باز بیاریم و بسازیم و این پستف رو بسازیم، استف قوی سامونر قبل هارد مود، که سامونر قبل هارد مود یتیمه، مشکلش اینجاست، و این شمش رو بسازیم و دیگه بقیهش رو میذاریم چست، نیاز نداریم. بله که اینجوری یه مینیونه، این اولی مینیونشه و توی پار همین پارت های رو در رو خواهیم دید که چجوری این تعداد اینا رو زیاد میکنیم. مثلا یکیش اینه، این که از توی جانجم به دست آوردیم، بی وی چینگ اسمش بود، اگه ها بی وی چینگ اسمشه، و اینجوری میزنیم و میتونیم یکی دیگه اسپان کنیم و بذار با خودم بیارمش، ضرر نداره. و ما کوین بی رو واسه چی میزنیم؟ یا آرمور رو میده، میتونیم بسازیم با برای سامونر، و بعد اون یه ام پی سی میاد به نام دکتر ویچ، که میتونیم باهاش یه دیگه فلاسکی بسازیم، فلاسکی چند تا پوشنای به صورت بافن، خیلی خوبن و کمک میکنن توی بازی بهتون. جالب اینجاست دارم سامونر اسپان کردم و دارم ماجیک بازی میکنم، ترکیبی مولایی. ایناهاش، اینم کندویی که داره کنیم، و مینیونتون رو اینجوری بردارید دوبار بزنید روشون حسب بشن، چون اینجا یه بچه هانی، یه بچه نمیدونم چی اینجا هست، بچه زنبوره، اگه اونو شت، اگه اونو بکشید این باس اسپان میشه و دهنتون رو صاف میکنه به صافله. و قبل این باید یه آرنا بسازید، اگه او شت چقدر اینجا بزرگه پشمام، بذار واتر بوت رو بپوشیم که غرق نشیم توی اصلا. اگه برید توی بازم اینجا یکی دیگه، اگه برید توی این اصلا میدونید چی اتفاق میفته، میمیرید به همین زیبایی. و اینجا خیلی زنبور اسپان میشه، ولی نکشیدشون، چون که شت چون که میخوره به اون بچه هانی حتی بلوک بذاریم حداقل. خب جهنم و ضرر، باس رو اسپان میکنیم، بسم الله، پوشن هم نداریم، میزنیم باس رو اسپان میکنیم، باس اسپان شد الان میاد، یس. باس سختی نیست، خیلی راحته، البته تو کلاسیک این گوانی که به دست آوردین خیلی بازی رو اوپی میکنه. تمام مرد، یس کمی دیگه تمام دشم دیگه، یه بار بیشتر دش نداد.
خب تا واسهتون توضیح بدم، یه این شمشیر دیلی بی کیپر که به انمی دمیج بدید زنبور اسپان میکنه، شد نزن بابا یه لحظه نزنید، توضیح بدم. و این لباسش که چی ونیتیه و این بمب زنبوری های گرید بی نیت خیلی خوبن، با این میشه والا فلاش رو ایزی بقولید. و این شیشه های اصلا میشه باش اسپانر رو بسازید که من دارم تمام میسازیم، نیاز به هیچ چیز خاصی هم نداره، توی دستتون میتونید بسازید. 5 تا بلوک هانی، یه استینگر، 5 تا بلوک خود همینجا و یه شیشه اصل که من میسازم و دوباره اسپانش میکنم. بله اوس ببینید اصلا جونش رفت همین اول. این گان خیلی خوبه چون یه بار میره یه بارم برمیگرده، اون بار دومی که برمیگرده دمیج مولایی میده و توی مسیر این خارمار پرت میکنه و الان هیچ چیز ثابته. کلاسیک خیلی راحته، من دو بار بیشتر توی این ورژن کلا کلاسیک بازی نکردم. و ببینیم چی داد، پتو داد، نه یه اکسسوری داد، کلایمبین چیز، دمیج رو از زنبور میگیره وقتی که فعالش کنید، این دمیج رو از زنبور میگیره اگه زنبور بهتون دمیج بده. و یه تیرکمو بهتون داده که این هر تیری باش پرت کنید زنبور بهش چسبیده و خیلی خوبه. اینو بذارم اینجا سامونه رو سپان کنم، منو صاف کردید ناموسن نزن. خب و یه چند تا وکس بی وکس داریم، چسبای زنبوری که با این میشه آرمور سامونه رو ساخت و همین زیبایی. و ما بریم بازم این پایین یکی دیگه بود، بریم اسپان کنیم باسو اسپان شو. ای باس خیلی زیه باسش، فقط ازش دشت نخورید میرید زیر اصلا. ایزی تمام دشت دومشو فقط داد. نه 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 نرید اشکال نداره چون ما دیگه کار اینجا نداریم، برمیگردیم بیست از اینجا. خب ببینیم چی داد سینگر از این چرت و پرت ها و تمام. تلپورت کنیم بیس. خب دو تا اکسسوری هانی کامب داد، تیرکمون، شمشیرش، دو تا شمشیر. و ما اصلا واسه سامورن این بی وکس ها رو میخواییم که الان میریم آرمورش رو بسازیم. چی میخواست؟ آره فقط وکس بود. اینو این استفش رو نمیسازیم چون چرته، فقط آرمورش خیلی خوبه. تمام رفتیم سامونر و الان ایزی پیزی لمن سکویزی و بقیه اینا رو هم میفروشیم. و دیگه چی، همه چیز رو کامل توضیح دادم توی این پارت. با پارت بعدی باید بریم با گرین بینید یعنی بمبای زنبوری این باس والو پاره کنیم به راحتی، یعنی اصلا بازی ایزیه تو کلاسیک. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید، لایک و سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون، دمتون گرم، خدافظ.